سلام سلام سلام، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. من رائد ملک نیازی هستم، مدرس درس ریاضیات تجربی. افتخار اینو دارم که در خدمتتون باشیم امسال. خوبید؟ خسته نباشید؟ خب میبینم که تو جلسه اول بچه ها همه قبراق و شاداب. امیدوارم که تا آخر همیشه همیشه در پناه خدا قبراق، شاد، خوب و سلامت باشید. خب بچه ها، درس ریاضیات تجربی توی کنکور بسیار درس حائز اهمیتیه، به خاطر اینی که بچه ها معمولاً تو درس های زیست و شیمیشون سعی میکنن قدرت بیشتری داشته باشن. ببخشید اون صدای آره مرسی، به هم گره به خودم هم متوجه نمیشم. خب مرسی. تو درس ریاضیات تجربی معمولاً بچه ها سعی میکنن که زیست و شیمیشون رو بیشتر بچسبن، یه ذره از ریاضی دور میافتن و باعث میشه که این یه ذره دور افتادگی یه ذره کار خراب کنه، در حالی که هم ضریبش بالاست هم درس خیلی مهمی. خیالتون هم راحت، اگه کاری که ما میگیم انجام بدید، تمرین ها رو انجام بدید، درس رو خوب گوش کنید، تو جلسات مشارکت داشته باشید، قطعا در انتها اتفاقهای خیلی 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 خوبی در انتظارتونه و حتما اتفاقات خوبی رخ میده. امشب هم که ایشالله نتایج کنکور بچه ها میاد، قطعا جلسه بعد با رتبه ها و درصد های خوب به علاوه اسم دانش آموز و کجا بوده، چه درصدی زده، رتبه شم بوده، در خدمتون هستم، یعنی شاگرده خودمون، که بدونید که دانش آموز ها به چه صورتن، نه اینی که حالا یه درصدی ارائه بشه و بگن این دانش آموز ما بوده بدون اسم و فلان و اینا، نه، همه با اسم با درصد و هنوز هم نیومده. یعنی من میگم اینا قطعا اتفاقات خوبی رخ میده، چون بچه های ما قطعا درصد ریاضیشون درصد بالاییه و رتبه‌هاشون رتبه‌های خیلی خوبیه. به هر صورت خوشحالم که در خدمتتون هستم. ببینید درس ریاضیات تجربی خب یه سری فصل‌های کلیدی داره. از بین این فصل‌های کلیدی شاید بگم شاهراه خیلی از فصل‌های ریاضی فصل مثلثاته. یعنی شما تو خیلی از فصل‌ها باهاش سر و کار دارید و تعداد تست های مستقیم و غیر مستقیمش هم زیاده. معمولا بچه ها وقتی مثلثاتشون خیلی قوی میشه یه ذره باعث میشه که اعتماد به نفسشون هم بالا میره و باعث میشه همه فصل ها میتونن خوب عمل کنم. من خیلی نمیخوام وقتی کلاس رو بگیرم هم شروع میخوام بکنم به درس دادن، حالا در جلسه بعد کتاب تست مورد نظر ما و همه چیز رو بیشتر توضیح میدم درباره فصل ها. ولی که بدونید ما تو کلاس از صفر صفر شروع میکنیم، یعنی بچه هایی که ضعیفن، بچه هایی که صفر شروع میکنیم، بچه هایی که متوسطن، بچه های قوی، میرسیم به صد. یعنی از دو بسم الله شروع میکنیم تا آخرش. فقط مهم اینه فعل خواستن رو صرف کنیم، پایه و اینا مهم نیست. 5 دقیقه اول، 10 دقیقه اول هر درس معمولا از صفر شروع میکنیم. بچه های قوی تر مرور براشون، بچه های ضعیف تر پایشون قوی میشه و در انتها بسیار بسیار سوال‌ها و نکات کلیدی گفته میشه، سطح رو میبریم بالا که ایشالله همه با هم بتونیم یه نتیجه خیلی خیلی خوب بگیرید. بچه ها یه چیزی که خیلی مهمه اینه که شما فعل خواستن رو صرف کنید. مطمئنم که این اتفاق میفته چون استحقاق بهترین ها رو داریم. خیلی خوب، این جلسه اول یه ذره ملوتر، یه ذره یواشتر و یه ذره تطمئنینه تر شروع میکنیم به درس دادن. سعی میکنیم مفاهیم پایه‌ای رو بگیم. ایشالا تو جلسات بعد قطعا سطح و سرعت و لول کلاس رو میبریم بالاتر، و هرچند که امروز هم حرفای قشنگ و خوبی زده میشه. خب بچه ها بدونید که مثلثات اشکال خیلی از آدم هست. میشه جلسه اول با لوگاریتم شروع کرد، میشه با معادله درجه دو شروع کرد، میشه فصل خیلی ساده رو گفت، شما هم کیف کنیم، به به ریاضی چه درس خوبیه، یا تو کنکور یه دونه ازش بیاد یا هیچی نیاد. خب به نظر من همچین اتفاقاتی خیلی شایسته نیست تو جایی که با آینده دانش آموزا سر کار داره ما بخوایم انجام بدیم. ما با سختی شروع میکنیم، به سادگی درس ریاضی رو در انتها تموم میکنیم. پس با هم بریم جلو، بهتره کنیم. خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم درس ریاضی. بچه اینی که چه کتابی بزنیم، چه جوری فصل ها فلانی افو، تو جلسه بعد حتما کاملتر توضیح خواهم داد. اول از همه با فصل مثلثات شروع میکنم. ایشالله که از صفر میگم، مفاهیم پایه‌ای رو میگم، کم کم سطحشو میبرم بالا. خیلی خوب بچه ها،
دایره مثلثاتی به این فرمه. ما یه دایره مثلثاتی داریم، اینجا نقطه صفر یا مبدأ ما هست. تو دایره مثلثاتی جهت مثبت دایره به سمت بالا و جهت منفی دایره به سمت پایینه. یعنی اگه به من بگن این جهت چیه، میگی مثبت. این جهت مثبت به قول معروف پادساتگر تو همه تیکه ها وجود داره. اگه بهت بگن این جهت چیه، میگی مثبت. اگه بگن این جهت چیه، میگی مثبت. اگه بگن این جهت چیه، میگی مثبت. اگه بهت بگن برعکس چیه، میگی منفی. اینجا چیه؟ منفی. اینجا منفی حرکت، اینجا مثبت. پس جهت حرکت مثبت به این سمت، جهت حرکت منفی به این سمت. بچه‌ها عدد پی 180 درجه است. پس وقتی ما پی میگیم میبینیم، میگیم 180 درجه. وقتی پی دوم میگیریم میگیم 90 درجه. پس 0 تا پی دوم، پی دوم چقدره؟ 90 درجه. از 0 تا 90 ربع اول. از 90 تا پی، پی چقدره؟ 180 ربع دوم. از پی تا 3 پی دوم، 3 پی دوم چقدره؟ 270 ربع سوم. از 270 تا 2 پی، 360 ربع چهارم. 2 پی به علاوه پی دوم، 5 پی دوم. 5 پی دوم بله، هر رو پی دوم دیگه، میشه چقدر؟ میشه 3 پی. 3 پی به علاوه پی دوم، 7 پی دوم. اینجا 4 پی، اینجا 9 پی دوم، اینجا 5 پی. پی دوم پی دوم اضافه میشه، اینجا 11 پی دوم و الی آخر. پس اگر بگن اینجا جای چیه، میگی مضارب زوج پی. راستی اینا که میبینیم بچه تو جزوه نیست. من حالا میگم در انتهای هر تیکه یک دو دقیقه وقت میدم، هرچی هم نتونستی بنویسی اشکال نداره، بعدن فایل آفلاین هست میری نگاه میکنی، اینا رو پاک نویس میکنی توی جزوت. خب اینا تو جزوه نیست، اینا درسنامه است که سر کلاس میگیم درسنامه ها رو. تو جزوات ما مثال میذاریم که فقط حل کنیم. پس به این حرکت چی؟ آره کلا، جهت مثبت از 0 تا 90 رو به اول، هر رو 90 درجه است. خب آقا اینجا مضارب زوج پیه، بله این نقطه مضارب زوج پیه. این نقطه چیه؟ مضارب فرد پی. پس من یه مضارب زوج پی دارم، یه مضارب فرد پی. از 0 تا 90 رو به اول، تو هر ربع من یه سینوس دارم، یه کوسینوس، یه تانژانت و یه کوتانژانت. یعنی تو همه ربع‌های مثلث سینوس رو دارم، کوسینوس رو دارم، تانژانت رو دارم، کوتانژانت رو دارم. یعنی آقا تو تمام ربع‌های مثلثاتی نسبت‌های مثلثاتی سینوس، کوسینوس، تانژانت و کوتانژانت یافت میشه قطعاً. و به این فرمه که تو ربع اول همه نسبت ها مثبتن، تو ربع دوم فقط سینوس مثبته، ربع سوم فقط تانژانت و کوتانژانت مثبته و ربع چهارم فقط کوسینوس مثبته. پس ربع اول همه مثبت، ربع دوم سینوس مثبت، ربع سوم تانژانت و کوتانژانت مثبت و ربع چهارم کوسینوس مثبت. حله؟ ایوالله. بس یه چیزی بگم بچه ها، کنکور سراسری از اون حالتی خارج شده. حالا ما تو هر مبحث واسه یه تیکایی هم نکات تستیشو میگیم که بتونی با فرم راحت سر به جواب برسی، ولی خارج شده از اون موقعی که بخوای با جینگولک بازی و عدد گذاری و کارایی که اصلا در شأن یه معلم نیست بخوای شاگرد رو تا دم کنکور بکشونی بره سر جلسه کنکور درصد پایینی بزنه و متاسفانه با آینده بچه ها بازی کنیم. ما تو این کلاس سعی میکنیم به بهترین نحو ممکن ریاضی یاد شما بدیم که باعث بشه که بعد از کنکور دعای خیر شما بدرقه راه ما باشه، نه اینی که بخوایم واسه جذب شاگرد کارهای انجام بدیم که خدایی نکرده اولا حقی از شما پایمال بشه و با آینده بچه ها بازی کنیم. امیدوارم که ما بتونیم قدم کوچکی درباره آینده شما برداریم و امیدوارم که همیشه موفق باشید. این وسطش گفتم که بدونید راه حل تستی و کوتاه قطعاً در کنکور سراسری دیگه جایی نداره. چرا؟ جا داره، ولی تا
تو بعضی از مسائل در کنار حل اصلی سوال، تو بعضی از مسائل، اگه نه در حالت کلی فراموش شده است. خب آقا داشتیم درس رو میگفتیم، رو اول از 0 تا 90 چی مثبت؟ سینوس. رو دوم از 90 تا 180 چی مثبت؟ سلام علیکم. از اول میگم، رو اول چی مثبت؟ همه مثبت. رو دوم چی مثبت؟ سینوس مثبت. رو سوم کجاست؟ از آری که الان 180 تا 270 چی مثبت؟ تانژانت و کوتانژانت. و رو چهارم از 270 تا 360 چی مثبت؟ کوسینوس مثبت. خیلی ببین، وقتی اینجا جای مزار به زوج پی، 100 پی جاش کجاست؟ اینجاست. 101 پی جاش کجاست؟ اینجاست. آقا ببخشید، این بالا جای مزار به فرد پی دوم، نه نگاه کن، پی دوم سه پی دوم، هر دوش فرده، یعنی اینجاش عوض میشه، 5 پی دوم، 7 پی دوم، 9 پی دوم، 11 پی دوم، الی آخر. حواست باشه بچه ها، ما کوسینوس صفر رو، اون جدول مثلثاتی که توش نسبت های مثلثاتی رو باید حفظ باشید ها، یادتون باشه تا جلسه بعد اون رو حتما باید حفظ باشید. حالا من یادآوری میکنم، کوسینوس صفر بچه ها یکه، کوسینوس صفر یکه. اگه بگه کوسینوس دو پی هم بگو یکه، اگه بگه کوسینوس هزار پی هم بگو یکه، هر وقت اینجا بیفته کوسینوس یکه. اگه بگه کوسینوس پی، من یادآوری میکنم منفی یکه. حالا کوسینوس 101 پی هم منفی یکه، کوسینوس 0 پی هم منفی یکه، چون گفته این بر، پس این بر مزاره به زوج پی، کوسینوس توش یک، این بر مزاره به فرد پی، کوسینوس توش منفی یک. حالا سینوس پی دوم این بالا یکه، اگه سینوس 3 پی دوم بگم میره پایین میشه منفی یک، اگه بگه سینوس 5 پی دوم میره بالا میشه یک، بگه سینوس 7 پی دوم میره پایین میشه منفی یک، بگه 9 پی دوم میره بالا میشه یک، جفتش مزار به فرد پی دومه، ولی یه درمه اینجا شواز میشه، حواست به موضوع باشه. خب آقا حواس جمع ببینیم ما چی یاد گرفتیم، جهت بالا یا پاد ساعت کرد، جهت مثبت، جهت ساعت کرد به سمت پایین منفی، مزاره به زوج پی، مزاره به فرد پی. تو رو به اول از 0 تا 90 همه مثبت، رو به دوم 90 تا 180 سینوس مثبت، 180 تا 270 تانژانت و کوتانژانت مثبت، رو به چهارم که 270 تا 360 کوسینوس مثبت. ای والا. خب بچه ها، ما میگیم سینوس منفی x، کوسینوس منفی x، تانژانت منفی x و کوتانژانت منفی x. اولا بچه ها من یه توضیح ریز بهتون بدم، نسبت مثلثاتی چیه؟ سینوس، کوسینوس، تانژانت، کوتانژانت بهش میگن نسبت مثلثاتی. کمان چیه؟ توان چیه؟ الان سینوس به توان دو سیکس، اگه بگن کمانش چیه، به عبارت جلای نسبت مثلثاتی میگن کمان، پس اسم این کمانه. توانش چنده؟ دو. پس حواست باشه کمان با توان فرق میکنه. آقا الان رو هم بگید ببینم، سینوس x دو، توان نسبت یکه، کمانش چیه؟ x دو. آقا خدای نکرده، خدای نکرده الان سینوس 2x کمانش چیه؟ 2x. توانش چیه؟ یک. نگیم برابر دو تا سینوس x، دو رو میارم بیرون، از این کارا نداره. ما کمان مثلثاتی هیچ وقت عوض نمیشه، پس حواست باشه من نمیتونم کمان مثلثاتی عوض کنم. پس سینوس 2 تمام 2 3x، کمانش عبارت جلو نسبت 3x، توانش 2ه. فرق توان و کمان رو فهمیدید؟ این الان کمانش منفی ایکسه، منفیه، یعنی جهت مثبت یا منفی، یعنی منفیه، میام به سمت پایین. این زاویه، زاویه حاده است، حاده یعنی بین 0 تا 90، منفرجه یعنی بین 90 تا 180، به سمت پایین میاد، بین 0 تا 90 یعنی رو به چندومه؟ چهارو. پس تمام این زاویه ها رو به چهارومن، تو رو به چهارم چی مثبته؟ کوسینوس. پس میشه مثبت کوسینوس ایکس، به عبارتی میگن کوسینوس منفی خوره، آمیانه شه دیگه، اصطلاحه
کوسینوس منفی خوره دلیلش اینه میفته رو به چهارم، رو به چهارم کوسینوس مثبت، به خاطر همینه. و بقیهشون منفی رو میدن بیرون، میشه منفی سینوس x، منفی تانژانت x و منفی کوتانژانت x. پس اگه کمان هر چی بود یه منفی داشت، کوسینوس بود منفی، از بین میره، به عبارت کوسینوس منفی رو میخوره، بقیهشون منفی رو میدن بیرون. حله ای والله یه دوره میکنیم، اومدیم سر کلاس گفتیم به سمت بالا مثبت، به سمت پایین منفی. سمت راست جای چیه؟ مضارب زوج پی. سمت چپ جای چیه؟ مضارب فرد پی. بالا و پایینا جای چیه؟ اینجا مضارب فرد پی دوم هم که یه در میون عوض میشن. بالا پی دوم، سه پی دوم، پنج پی دوم، هفت پی دوم، نه پی دوم، یازده، سیزده، پونزده، هفده، نوزده، الی آخر. آقا ممکنه بگه 201 پی دوم سینوسش چی میشه؟ بچه 201 پی دوم یعنی 200 پی دوم به علاوه پی دوم. 200 پی دوم یعنی 100 پی به علاوه پی دوم. 100 پی مضرب زوجه یا فرد؟ معلوم زوجه. به علاوه پی دوم میاد بالا، تو این بالا سینوس یکه، تمام. آقا روبه اول همه نسبت ها مثبت، روبه دوم فقط سینوس مثبته، روبه سوم تانژانت و کوتانژانت مثبته، و روبه چهارم کوسینوس. به خاطر همینه که وقتی منفی کمان حاده یا بین 0 تا 90 می‌بینی، میفته روبه چهارم کوسینوس مثبته. به اصطلاح کوسینوس منفی رو میخوره، بقیه منفی رو میدن بیرون. تا اینجا حله؟ یک دقیقه اگر چیزی میخواین از تخته یادداشت کنید، بعدش میایم ادامه میدیم درس. خب این از این، من 100 سالم کار کنم با این باز درست حسابی یاد نمیگیرم. این الان بخوایم صفحهشو سفید کنیم، باز کدوم باید میزدم؟ بغل زدن مربع رو زحمت بکشیم. آها، حالا به علاوه رو بزنیم. آها آره، این به علاوه دنبال هم به علاوه میره. خب میریم سراغ تیکه بعدی درس. بچه‌ها ما نسبت‌های مثلثاتی رو به شما گفتیم، ربع اول همشون مثبتن که ربع اول بین 0 تا 90، ربع دوم که بین 90 تا 180 فقط سینوس مثبته، ربع سوم که بین 180 تا 270 تانژانت و کوتانژانت مثبتن، به عبارت سینوس کوسینوس منفین، و ربع چهارم فقط کوسینوس مثبته، ربع چهارم یعنی بین 270 تا 360، به عبارت سینوس و تانژانت و کوتانژانت ربع چهارم منفین. ببینید به من میگن سینوس پی سوم، به من میگن سینوس دو پی سوم، به من میگن سینوس چهار پی سوم، و به من میگن سینوس پنج پی سوم. مقداراش شما بگید، من به شما میگم سینوس پی سوم، یادآوری میکنم، هرچند که تا جلسه بعد گفتم اون جلسه اون جدول حتما حفظ کنید. سینوس پی سوم میشه رادیکال سه دوم، پس سینوس پی سوم رادیکال سه دومه. حالا با علم بر این میخوایم این ستا رو بدونیم چقدر. بچه خدایی نکرده نگید سینوس دو پی سوم میشه دو تا سینوس پی سوم، دو تا رادیکال سه دوم، کمان مثلثاتی اصلا عوض نمیشه. یعنی من نمیتونم دو پی سوم رو دو بیارم بیرون بهش بگم دو تا سینوس پی سوم. پس باید چیکار کنم؟ خوب حواست جمع کن، خوب حواست جمع کن بچه ها. اگر این دو رو برداریم، اگر این چهار رو برداریم،
اگر این 5 رو برداریم تبدیل میشه به سینوس پی سوم. پس مقدار عددی همه اینا رادیکال 3 دومه. فرق اینا در کماناشه. کماناش تو ربای مختلف وجود داره. سینوس تو ربای مختلف علامتش عوض میشه. پس فرق اینا در علامتشه، نه مقدار عددیش. دو جور بهتون یاد میدم اینو یاد بگیرید. بچه ها حالتی که ساده تره و مبتدی تره به پی سوم میگی چند درجه؟ 60 درجه. یه ضریب دو پشتش داره میشه 2 تا 60 درجه 120 درجه. 120 رو به چندومه؟ دوم. رو به دوم سینوس چیه؟ مثبت. پس اینم مثبته. حالا اگه کم کم حرفه‌ای تر شدی به 2 پی سوم میگی پی در جهت منفی منهای پی سوم که میفته رو به دوم. حالا تا وقتی حرفه‌ای بشی به پی سوم گفتم 60، یه ضریب 4 پشتشه، 4 تا 60 میشه 240 تا. 240 تا رو به سوم سینوس منفیه. حرفه‌ای در که شدی به 4 پی سوم میگی پی به علاوه پی سوم که میفته رو به سوم. تا حرفه‌ای بشی، اگه حرفه‌ای که همون جوری بگو، اگر هنوز خوب یاد نگرفتی به پی سوم میگم 60، پشتش یه 5 داره، 5 تا 60 میشه 300. 300 بین 270 و 360 رو به چهارمه. رو به چهارم سینوس منفی. تا بعد از این که حرفه‌ای شدی به 2 5 پی سوم میشه 2 پی منهای پی سوم که میفته رو به چهارم. خب من یه سه تا می‌نویسم اینجا، شما لطف کنید حل کنید. تانژانت 5 پی چهارم، کوتانژانت 5 پی ششم، کوسینوس 5 پی سوم. لطفاً تو باطله این ستا رو واسه من انجام بدین. یه دقیقه وقت میدم. بسم الله.
خب یه لحظه نگاه کنید بچه ها، پنج پی چهارم اونی که هنوز حرفه‌ای نشده میگه پی چهارم 45، پشتش یه 5، 5 تا 45 درجه میشه 225 درجه، 180 تا 270 میشه ربع سوم، ربع سوم تانژانت مثبت، خدافظ عدد 5، تانژانت پی چهارم 1. حالا اگه حرفه‌ای شدی به 5 پی چهارم میگم پی به علاوه پی چهارم، تا اینجا حله؟ خیلی خوب. آقا اگه حرفه‌ای نشدی به پی شیشو میگن 30 درجه، پشتش یه 5 داره میشه 150، 150 رو به دومه، رو به دوم کوتانژان منفی خدافظ عدد 5. شما وقتی این 5 تو ته علامت شرکتش دادی خدافظی کن باهاش، خب میشه منفی رادیکال 3. آقا 5 پی 3 5 تا 60 درجه 300، 300 رو به 4 کوسینوس مثبت خدافظ عدد 5 مثبت 1 2. یه چیزی بگم، حرفه تره به این میگه پی منای پی ششم، به این میگه دو پی منای پی سوم. اگه راهنمایی افتادین هنوز به این صورت تعیین علامت کنین، اگه نه اون صورتی که بهتون گفتم. پس بچه ها حواست به اینی که اینا اگه ضریب بگیرن علامتشون واسه ما مهمه، تا آخر سال باش سر کار دارید. خشت اول گرم نهد معمار کج، تا ثریا رود دیوار کج. خیلی میریم سراغ، حالا بعدن هم اگر خواستید یادداشت کنیم، یه آفلاینش رو نگاه میکنیم یا اگر یادداشت نکرد. ببینید یه لحظه خوب گوش کنید، یه لحظه خوب گوش کنید، زاویه های ما چجوری شناسایی میکنیم؟ به من میگن پی هشتم کجاست، به من میگن منفی پی هشتم کجاست، به من میگن 120 درجه رو نشون بده، منفی 120 درجه، به من میگن دو پی سوم رو نشون بده، به من میگن منفی دو پی سوم رو نشون میده. همه اینا رو میگن رو دایره مثلثاتی نشون بده. بچه یه دایره میکشم، میگم دایره مثلثاتی پی هشتم یه زاویه ای تو رو به اول، پس یه خط تو رو به اول میکشم، همیشه زاویه تو از افق به سمت اینجا، اینم جهت فلش از افق اینجا، این میشه پی هشتم. حالا منفی پی هشتم فقط فرقش با پی هشتم جهت چرخششه، پشتش مثبت به بالا میره، پشتش منفی به سمت پایین میاد، یعنی به این صورت. این زاویه میشه پی هشتم. پس بچه ها مثبت و منفی بودن پشت زاویه نشونگر این نیست که مثلا سینوس کوسینوسش مثبت یا منفیه، فقط جهت حرکتش رو به من نشون میده. الان 120 درجه میره 120 درجه، دو پی سوم میره دو پی سوم، سریع 10 ثانیه‌ای واسه من نشون بده عین همین. خب بچه ها 120 درجه، اول ما همیشه مبنامون مبدأ است، اینجا صفر، 120 درجه یعنی ربع دوم، ربع دوم یعنی از نقطه صفر به سمت ربع دوم، اینجا میشه 120 درجه. حالا این ربع 90، این ربع 90 قطعا این تیکهی که باقی میمونه 60 درجه است. پس بچه ها خوب گوش کنید، وقتی میگه 120 درجه از مبدا دایره مثلثاتی 120 درجه میرون تو ربع دوم، یه خط میکشم، این میشه 120. حالا دو تا ربع 180، پس 120 از 180 کم کنم 60 درجه میمونه. حالا اینو بگید، منفی 120، منفی 120 فقط جهت چرخشش عوض میشه، مقدارش که عوض نمیشه، 120 درجه میفته از این ور، این میشه 120. نگاه کنید جهت فلش به این سمت، پس میشه منفیش. حالا این 120 قطعا کل دروب 180 و یه 60 درجه میمونه. بچه ها این تو دو پیسه و منفی دو پیسه و فقط اینجوری بود که ذهنتو گمراه کنم، این براست تو درجه گفتم بکششش، این براست به رادیان، دو پیسه و پیسه و 60، یه ضرب دو داره یعنی 120، این همینه، منفی دو پیسه و هم همون منفی 120ه، فقط به صورت رادیان دادمش. نگاه کن چی کار میکنم، یه دو پیسه و میکشم به این صورت، دو پی سوم یعنی از نقطه صفر میاد اینجا، این تیکه میشه دو پی سوم.
حالا بچه ها مگه کلش پی نیست؟ پی ام انال دو پی سوم این تیکه که باقی مونه پی سوم یا شسته، کاملا هم درسته دیگه، دو پی سوم 120، پی سوم 60. حالا منفی دو پی سوم به این امینه، این تیکه دو پی سوم فقط جهت چرخشش عوض میشه، قطعا تیکه که باقی مونده پی سومه. حالا بچه ها ای والا یه نگاهی بندازید، پس همیشه زاویه‌ای که ما مشخص میکنیم به ما میدن زاویه‌ای که افق تا اون خط میره، جهتش هم همیشه از سمت افق به اون سمت، به سمت بالا بره مثبت به سمت پایین بیاد، یعنی جهت جهت منفیه. خیلی خوب، اما ما به شما میگیم یه لطفی به ما بکنید، سه تا اسمو شما یاد بگیری تا آخر مثلثات، میگیم یه لطفی رو کنید سه تا اسمو یاد بگیرید، شما میگید یعنی چی سه تا اسمو یاد بگیرید، میگیم آقا جون، میگیم آقا جون اینجا مگه ما یاد نگرفتیم تو صفحه اول اسمش مزاره به زوج پیه سفت و پی چار پی شیش پی هشت پی صد پی هزار پی دو هزار پی همه شون جاش سمت راسته، مگه یاد نگرفتیم این بر مزاره به فرد پیه پی سه پی پنج پی هفت پی نه پی صد و یک پی هزار و یک پی همه شون سمت چپن، حالا اگه بگم اینا چیان میگی هم مزاره به زوج پیه هم مزاره به فرد پی. خب پس حواست به این موضوع باشه، یه اسمی که میخوام واسه اینجا بذارم دو کاپیه و یه اسم میخوام واسه اینجا بذارم دو کاپی به علاوه پیه و یه اسم میخوام واسه جفتش بذارم بهش بگم کاپی. همیشه این کای که میبینید عضو زده، زد چیه؟ عدد صحیح، صفر یک دو سه منفی یک منفی دو منفی سه بهش میگن عدد صحیح. بچه ها ما وقتی میگیم پی ششم، وقتی میگیم پی هشتم، وقتی میگیم منفی پی چهارم، اینا زاویه هم دیگه، همون چیزی که داریم مثلثات نشون میدیم، میخوام ببینم و کان یا اینا ایکسن. الان با خود اسم میگه اینا حتما کاه، کا چیز خوبیه، نه بابا جان اینا کا نیستن که، اینا ایکسن. اصلا تو معادله درجه دو حل میکنی، نمیدونم لوگ حل میکنی، فلان حل میکنی، بهمان حل میکنی، اینا مگه همه شون بهت ایکس نمیدن؟ مگه معادله حل نمی کنی؟ مثلا معادله درجه نمیگه یه ایکسش دو یه ایکسش سه؟ همه جا چیزایی که ما داریم به عنوان معادله باید به من ایکس بدن، پس ایکس مساوی با دو کاپیه. وقتی میگم نقطه صفر یعنی ایکسش صفره، وقتی میگم نقطه یک یعنی میگم یک، وقتی میگم پی ششم یعنی ایکسش پی ششمه، کا همیشه عضو زده، یعنی رو دایره من کا نشون نمیدم، کا تو همه مثالا یه جوره، اونی که نشون میدم رو دایره ایکسه، به کا عضو زد میدم، ایکسی که به من میده رو دایره نشون میدم. حالا نگاه کن چرا به این میگیم دو کاپی، یاد بگیر به کا بده صفر مگه عضو زد نیست، ایکس میشه صفر، به کا بده یک به اینجا به کا بده یک، ایکس میشه دو پی، به کا بده دو، ایکس میشه چهار پی، به کا بده سه، ایکس میشه شش پی، مگه اینا مزاره زوج پی نیست؟ خب کلا بهشون بگو چی؟ دو کاپی. پس سمت راست مزاره به زوج پی، اسم کلیش ببین صفر و دو پی و چهار پی هم هست، اسم کلیش یه دو کاپی. حالا یه چیز دیگه، این بره بگاه، این بره بگاه دو کاپی به علاوه پی، به کابد صفر، به کابد صفر ایکس میشه پی، اگه نداریمش، به کابد یک ایکس میشه سه پی، به کابد دو ایکس میشه پنج پی، مگه اینا مزاره به فرد پی نیستن؟ من قبلا هم بهت نگفتم حالا اسمش چیه دلالت کلی؟ دو کاپی به علاوه پی. پس دو تا اسم یاد گرفتم، یک سمت راست دایره مثلثاتی اسمش دو کاپی، سمت چپ دایره مثلثاتی اسمش بگو دو کاپی به علاوه پی. حالا یه قطعه دیگه هم یاد بگیرم، اونم چیه؟ کاپی. خوب گوش کن، چجوریه که کاپی میشه؟ به کابد صفر، مگه ایکس نمیشه صفر؟ جاش صفر این بره، به کابد یک ایکس میشه پی، جاش سمت چپه، به کابد دو ایکس میشه دو پی راسته، به کابد سه میره چپ،
4 راست 5 چپ دیدی؟ پس اینجا هم زوجه ها رو میگه هم فردا، پس هم مزاره به زوجه پی هم مزاره به فردا پی، اسمش کاپی. حله یه دو نگاش کنید که یه کوچولو با هم باز اینو تکرار کنیم که کامل ملکه ذهنتون بشه. خب بچه ها، پس ما یه سمت راست یه چیزی به نام دو کاپی یاد میگیریم، سمت چپ یه چیزی به نام دو کاپی به علاوه پی یاد میگیریم، و هم راست هم چپ یه چیزی به نام کاپی یاد میگیریم. خیلی خب، حالا ما میخوایم با اینا یه سری چیزها رو مرور کنیم. بچه ها، من دلم میخواد شما دو کاپی منهای پیشی شما نشون بدید. این چیزی قطع نشد که این دارم یعنی تصویر من رو دارم تصویر تخترم دارم. خیلی خوب، اینجا میشه دو کاپی به علاوه پیشیشون، یا مثلا میگم کاپی به علاوه پیشیشون، یا کاپی منهای پیشیشون. من میخوام اینا رو روی دایره مثلثاتی به شما نشون بدم. بچه ها، دو کاپی جاش کجاست؟ سمت راست.
منها شده یا جمع شده؟ منها بالا بره جمع پایین بیاد منها یه خط میکشم. زاویه اش چقدره؟ پیشیشون. پس این زاویه نمی نویسه پیشیشون. خب دو کاپی به علاوه پیشیشون، دو کاپی جای سمت راسته، به علاوه یعنی پایین یا بالا، قطعا پایین غلطه، پایین منها بود بچه ها. پس یه بار نگاه کنید، نگاه کنید، جفتش خراب شد، از اول می نویسم x مساوی است با دو کاپی به علاوه پیشیشون. میگم این یه دایره است که نقطه از اینجا میخوام شروع کنم x ها رو نشون بدم. دو کاپی سمت راست به علاوه است به سمت بالا به اندازه پیشیشون، یعنی این مقدار میشه پیشیشون. به این میگن، به این خط نقطه میگن دو کاپی به علاوه پیشیشون. به من میگن دو کاپی منهای پیشیشون رو نشون بده. میگم این دایره من اینجا دو کاپی منهای پیشیشو میاد به سمت پایین و این مقدار میشه پیشیشو. تموم شد رفت کارش. اما دو کاپی به علاوه پیشیشو و دو کاپی منهای پیشیشو یه نقطه است که داره جا به جا میشه. اگر به شما بگن کاپی به علاوه پیشیشو و کاپی منهای پیشیشو رو دایره نشون بده، دیگه شما چیزی به نام یه نقطه جا به جا نمیشه، دو نقطه جا به جا میشه. دلیل این که دو نقطه جا به جا میشه اینی که کاپی دو نقطه است. ببینید کاپی اسم این دو نقطه است، یعنی به علاوه، یعنی هر دو نقطه در جهت مثبت به اندازه پیشیشون جا به جا بشن، نه یه نقطه. کاپی اسم این دو نقطه است، در جهت مثبت این دو نقطه جا به جا بشن، یعنی اینجوری میشه، یعنی میاد اینجاها، این دوتا میشه پیشیشون. این دو نقطه اسمش کاپی به علاوه پیشیشون. وقتی میگن کاپی منهای پیشیشون، میگی کاپی اسم دو نقطه است، هر دو نقطه اینجوری حرکت کنه به علاوه است، پس هر دو نقطه اینجوری حرکت میکنه، میشه این دوتا، این مقدار پیشیشونه و این مقدارم پیشیشون. به این میگن کاپی منهای پیشیشون. حالا پس وقتی بهت میگن کاپی، شما میگی دو نقطه است، میگی به علاوه، میگی در جهت مثبت دو نقطهش تغییر میکنه، به چه مقدار؟ پیشیشون. وقتی میگن کاپی دو نقطه، منها یعنی در جهت منفی تغییر میکنه، به چه اندازه؟ پیشیشون. حله؟ حالا بعضی موقعا ممکنه بهت بگن دو کاپی به علاوه پی به علاوه پیشیشون. شما میگی دو کاپی به علاوه پی جای سمته چپه، پس تا اینجا رفتم اینه هاش، به علاوه این جهت، جهت مثبت بیاست میاد به سمت پایین، به چند اندازه؟ پیشیشون. پس اینجا میشه دو کاپی به علاوه پی به علاوه پیشیشون. خیلی چون جلسه اوله رفقا، میدونم هم اولای تابستون رو خیلی هم تخت گاز نمیخوایم بریم، یه 10 دقیقه رو بهتون استراحت میدیم، ایشالله میایم با پر انرژی واسه ادامه کلاس. علل حساب خسته نباشید.
خب خسته نباشید، یه استراحت کردید، در خدمتون هستیم. خب ادامه بدیم حرفامونو. ببین حالا ما میتونیم برعکس این عمل کنیم، یعنی من یه دایره میکشم به شما میگم آقا اینو نامگذاری کن، یه دایره میکشم به شما میگم آقا اینو نامگذاری کن، برعکس اون. شما میخوایی نامگذاری کنی، میگی اسم اینجا چیه؟ میگیم دو کاپی. میگی در جهت مثبت رفتی یا منفی؟ میگی مثبت. پس میگم معادلش میشه دو کاپی به علاوه پی سوم. میگم اسم اینجا چیه؟ دو کاپی به علاوه پی. در جهت مثبت رفتی یا منفی؟ مثبت. پس چی میشه؟ دو کاپی به علاوه پی به علاوه پی سوم. پس ببینید، ببینید ما اول اسم نقطه همیشگی رو شناسایی میکنیم، یا اسمش دو کاپیه، یا دو کاپی به علاوه پی یا کاپی، غیر از این ستام نیست. حالا بریم یه مثال دیگه. میگم آقا اسم این چیه؟ میگیم اسم اینجا همیشه دو کاپیه، جهت منفیه، پس میشه دو کاپی منهای پی سوم. میگیم آقا اسم اینا چیان؟ این دفعه دیگه دوتا. میگیم اسم این در حالت کلی چیه؟ ما این دوتا رو میخوام شناسایی کنیم. میگیم اسم این دو کاپیه، بره بالا به علاوه بیا پایین منه ها، پس در حالت کلی میشه دو کاپی اسم این نقطه، بالا به علاوه پایین منها پی سوم. میگی آقا اسم این چیه؟ این دوتا. میگی اسم این چیه؟ میگی دو کاپی به علاوه پی. میگی بیاری پایین به علاوه، میگی بری بالا منها، میشه دو کاپی به علاوه پی به علاوه منهای پی سوم. خب حالا من اینو میکشم، و اینو میکشم، چون بی‌زحمت اسم این دوتا رو یه لحظه بذارید، اسم این دوتا رو یه لحظه بذارید. شما به خودتون میگین اسم این دو کاپی به علاوه پیه، کاملا هم درسته. میگی بیاد پایین به علاوه است، بره بالا منهاست، مقدار چقدر؟ میگی پی سوم. با خودت میگی اسم سمت چپیه دو کاپی به علاوه پیه، هرزی دیگه. آقا دو کاپی به علاوه پی از کجا آمده؟ مگه نگفتم اینو حفظ کن دو کاپی به علاوه پی، اونو حفظ کن دو کاپی، من با این کار دارم، پس اسمش دو کاپی به علاوه پیه. خب بیا پایین به علاوه، بره بالا منهای پی شیشو. اما بهت میگم ممکنه اینا رو اصلا نبینی، وقتی منزل نیست که از این ور بره، ممکنه از اون ور بره. کل دوتا رو چقدره؟ پیه. پی سوم از توش در بیاری چقدرش میمونه؟ دو پی سوم. پی سوم از توش در بیاری از این ور چقدر میمونه؟ دو پی سوم. من این معادله رو از سمت چپ نوشتم، این دفعه راست میخوام بنویسم. اسم این چیه؟ دو کاپی. بخوام به این خط برسم، این ور به علاوه این ور منهایه دو پی سوم. حالا یه اسم دیگه خودت رو فکر کن سریع بذار. آفرین، گفتی دوتا رو این پی دوم، این پی کلش میشه پی، این پی دوم، این پی دوم میشه پی کلش. پی شیشم از توش در بیارم چقدرش میمونه؟ پنج پی شیشم. این هم پیه، پی شیشم از توش در بیارم پنج پی شیشم. این نامگذاری از این ور بود، حالا از این ور میخوام نامگذاری کنم. اسم این چیه؟ دو کاپی. به سمت این ور به علاوه، به سمت این ور منها، پس ایکس میشه دو کاپی به علاوه و منهای پنج پی شیشم. تمام شد رفعی کارش. پس بچه همیشه فکر نکن اون چیزی که تو بلدی رو و تو ذهنت میاد ممکنه تو گزینه باشه، تو از هر سمتی بری ممکنه نباشه از اون سمت باید بیای.
حله تا اینجا؟ آفره. خب میریم سراغ ادامه یه درس. ببین به من میگن کاپی رو نشون بده، میگی بیا این دوتاست. به من میگن اینجا نگاه کن، این دوتا شکل معادله هاش چیه؟ این پیشیشون، اینم پیشیشون، این پیشیشون، اینم پیشیشون. میتونید لطف کنید این دوتا معادله رو بنویسید؟ بدهید 30 ثانیه وقت. یه لحظه نگاه کنید بچه ها، یه لحظه نگاه کنید. صفحتون هم داغون کردید. خب اسم این دوتا نقطه چیه؟ کاپیه. نگاه کنید اسم این دوتا نقطه چیه؟ کاپیه. جهت، جهت مثبت یا منفی؟ مثبت. پس اگر با اسم کاپیه بیارم دو نقطه است، جفتیش داره در جهت مثبت میچرخه، پس ایکس من میشه کاپی به علاوه پیشیشون. هر دوش کاپیه، داره در جهت منفی میچرخه، ایکس من میشه کاپی منهای پیشیشون. پس اسم این دوتا کاپی، این جهت جهت مثبت، این جهت جهت منفی. پس هر وقت دو نقطه دیدی شک کن میتونه کاپی باشه، نه حتما ها، شک. اگه دو نقطهش هر دو در جهت مثبت بود یا هر دو در جهت منفی بود، بگو هر دو در جهت مثبت یا هر دو در جهت منفی، با کاپی بنویسیم. حالا آقا میشه باز مثال بزنیم با بفهمیم؟ 100%. لطف کنید خودتون اسم این چهارتایی که من میگم رو بذارید. ثانیه وقت میخوام اسم این چهار تا دایره مثلثاتی رو بر حسب ایکس بنویسید. بدو آقا هر دوش که دو نقطه است، من همه رو میخوام با کاپی بنویسم، حق این کار رو نداری. چرا؟ وقتی از کاپی استفاده میکنی که دو نقطه همجهت باشن، این به سمت بالا مثبت، به سمت پایین منفی، پس فراموش کن با کاپی بنویسی. اسم این چیه؟ دو کاپی. بره بالا مثبت، بیاد پایین منفی، میشه پی سوم. آقا این مثبت این منفی، پس تو کاپی رو فراموش میکنم، دو کاپی به علاوه پی به علاوه منای پی سوم، میگم تو گزینه ها نیست، ممکنه از اون سمت بگه این پی سوم باشه، کلش پی اینجا میشه دو پی سوم، این پید باشه این بر پی سوم، این برم میشه دو پی سوم، از اون بر میریسم. اسم این نقطه دو کاپی، بره بالا مثبت، بیاد پایین منفی. پس این دلیل اینی که از کاپی استفاده نکردم اینی که هم جهت نبودن. حالا این جهت مثبت، این جهت هم منفی، دو نقطه هم هست، با خیال راحت بگو کاپیه، جهتشون مثبت به علاوه پی سوم، دو تا نقطه کاپیه، جهتش هم جهته منفی هر دو، یعنی همجهت هم کاپی منهای پیسمون. پس من وقتی دو نقطه استفاده میکنم شک میکنم کاپیه، اگه دو نقطهش هر دو در جهت مثبت چرخید یا هر دو در جهت منفی، با کاپی بنویس. در غیر این صورت یا دو کاپی یا دو کاپی به علاوه پی. ای والله. خیلی خوب،
حالا من یه دونه پای تخته میکشم، شما لطف کنید جواب بدید. بچه ها این دوتا مثال آخر رو نگاه کنید. قبل از این من گفتم این دو نقطه هر دو در جهت مثبت با کاپی به علاوه پیشی شمه، این دوتا هر دو در جهت منفی کاپی منهای پیشی شمه، جمع چارتاش میشه کاپی به علاوه منهای پیشی شم. این دوتا رو اگر ندن کاپی به علاوه پیشی شمه، این دوتا رو اگر ندن کاپی منهای پیشی شمه. حالا چارتاش با هم میشه کاپی به علاوه منهای پیشی شم. دمتون گرم. حالا اما گاهی اوقات یه سری چیزا میدن به ما که ما بلدشون نیستیم. مثلا کاپی رو بلدیم، کاپی اسم این دوتاست، ولی اگه بهت بگن کاپی دومو بکش تو دیگه بلد نیستی. یه لحظه یه 30 ثانیه روی کاپی دومه فکر کنید، بعد من توضیح میدم. اینجا رو داریم الان بله، یه لحظه رو کاپی دوم فکر کنید بچه ها. مثل اون یکی ها نیست بگید کاپی به علاوه پی سوم یا کاپی منهای پی سوم. آقا قبلا تو ساعت قبل گفتم من رو دایره مثلثاتی ایکس رو نشون میدم یا کا؟ قطعا رو دایره باید ایکس باشه. کا عضو زده، هر عدد عضو زدش بدی ایکس ها رو رو دایره میتونی نشون بدی. به کا میدم صفر، ایکس میشه صفر، پس یه نقطه از کاپی دوم اینه. به کا میدم یک، ایکس میشه پی دوم، دو میدم میشه پی، سه میدم میشه سه پی دوم، چهار بدم برمیگرده سر جای اولش. پس بچه ها کاپی دوم 4 تا نقطه است. حفظش بکن خیلی خوبه، ولی اگه خدای نکرده یه چیز جدیدی اومد حفظ نبودی، کافیه به کا عضو زد بدی ایکس ها رو دایرکت نشون بدی. آقا خسته میشیم، تا کی باید به کا عدد بدیم؟ وقتی برگرده سر جای اولش. یعنی به کامیدی صفر x صفر، به کامیدی یک x پی دوم، به کامیدی دو x پی، به کامیدی سه سه پی دوم، چهار بدی برگشته سر جای اولش. پس کلا کاپی دوم شامل این 4 تا نقطه است. حالا یه دونه می نویسم شما حل کن. بچه x مساوی کاپی سوم، یه زحمت بکش رو دایره مثلثاتی کاپی سوم و واسه من نقاطش رو نشون بده. بسم الله. به کا عضو زد بده، کل دایره عدد پی به کا بده تا برگردی ایکس سر جای اولش. بسم الله. 30 ثانیه وقت داری.
خب بچه ها به کام از زد میدم، به کام میدم صفر، ایکس میشه صفر، به کام میدم یک، ایکس میشه پی سوم، اینجا میشه پی سوم بچه ها، به کام میدم دو، دو پی سوم، دو پی سوم از اینجاست، یعنی از نقطه صفر به اندازه دو پی سوم میره. خب دو پی سوم از نقطه صفر باشه کلش پیه، اینجا میمونه پی سوم. به کام میدم سه میشه پی، به کام میدم چهار میشه چهار پی سوم، یعنی پی به علاوه پی سوم. خسته شدم تا کی بشین عدد بدم؟ به کام تا وقتی عدد میدی که ایکس برگرده سر جای اولش. به کام میدم پنج میشه پنج پی سوم، از نقطه صفر بیای میشه پنج پی سوم، ولی از این بعد کل چهار تا رو دو پیه دیگه، دو پی میره پنج پی سوم میشه پی سوم. به کا بدی شیش برمیگرده سر جای اولش، پس کا پی سوم شامل شیش تا نقطه است. پس بچه ها به کا عضو زد میدم، انقدر عدد بهش میدم تا برگرده سر جای اولش. من به کا عدد میدم، چیزی که تو دایره مشخص میکنم ایکسه. وقتی میگم x میشه 2 پی سوم، یعنی از مبدا مثلثاتی میاد تا اینجا، یعنی این فاصله 2 پی سومه، این فاصله 2 پی سوم باشه، دو تا رو پیه، پی منو 2 پی سوم، یعنی از این ور پی سوم میمونه. حالا ای والله ای والله، حالا با گفتن این مقدمات میخوایم وارد معادلات مثلثاتی بشیم. به من میگن معادله مثلثاتی سینوس x مساوی 0، سینوس x مساوی 1 و سینوس x مساوی منفی 1 رو بنویسید. میگیم سینوس کجاها صفره؟ میگم سینوس یا این نقطه یا این نقطه صفره. این نقطه اسمشو چی یاد گرفتیم؟ همه میگیم کاپی. میگیم سینوس کجاییه که؟ میگیم این بالا. میگه اسمش چیه؟ میگه اسم اینجا دو کاپیه. میگیم بله. میگه جهت جهته مثبته، به چند اندازه رفته بالا؟ میگه پی دوم، پس ایکست میشه دو کاپی به علاوه پی دوم. میگه سینوس منفی یک کجاست؟ میگه این پایینه. میگه اسم اینجا چیه؟ میگه دو کاپیه. میگی جهتی که بخواد برسه اینجا چیه؟ میگی منفیه، پس میشه دو کاپی منهای پی دوم. یه بار دیگه میگم جاهای اینا رو که باید حفظ کنید از اون جدوله. سینوس کجا صفر؟ این دو نقطه قبلا حفظ کردیم، این دو نقطه اسم چیه؟ کاپی. سینوس کجا یکی؟ این بالا، اسم این چیه؟ دو کاپی. این چقدره؟ پی دوم. جهتش چیه؟ مثبت میشه دو کاپی به علاوه. آقا با خود میگی چرا از این ور نمیگی دو کاپی به علاوه پی منهای پی دوم؟ خب این دو کاپی به علاوه پی منهای پی دوم میشه دو کاپی به علاوه پی دوم. آقا میگی از این ور گفتی اسم این دو کاپی منهای پی دوم، چرا از اون ور نمیگی؟ اون ورم درسته، شما از این ور میگی جهت مثبت میشه دو کاپی به علاوه سه پی دوم، اصلا غلط نیست. حالا من سه تا می نویسم، شما لطف کنید حلشون کنید. کوسینوس x مساوی 0، کوسینوس x مساوی 1 و کوسینوس x مساوی منفی. من اولی رو حل می کنم. کوسینوس کجا صفره؟ یا این بالا صفره یا این پایین صفره. این دو نقطه می خواهم اسم براش بذارم، چندین اسم میشه براش گذاشت. اسم این دو کاپیه، بره به سمت بالا به علاوه، بره به سمت پایین منها، به چه مقدار؟ پی دوم. پس اولین اسم دو کافی به علاوه منهای پی دوم. دومین اسم، اسم این دو نقطه کاپیه. هر دو اگر بگن کاپی یعنی دو نقطه جا به جا میشه. اگر در این جهت بچرخیم به علاوه است، کاپی به علاوه پی دوم. یا اسم این دو نقطه کاپیه، در این جهت بچرخیم کاپی منهای پی دوم. پس سه تا اسم میشه براش گذاشت، دو کاپی به علاوه منهای پی دوم، یا کاپی به علاوه پی دوم، یا کاپی منهای پی دوم. ستاش با هم نیستا، هر کدوم میتونه باشه. کوسینوس یک و کوسینوس منفی یک تو ذهنت بگو معادلش چی میشه. بگو آره باریکلا. کوسینوس یک اینجاست سمت راست پی، اسمش رو حفظ کردیم چی بود؟ ایکس مساوی دو کاپی. باریکلا معادله مثلثاتیش میشه دو کاپی. حالا کوسینوس منفی یک اینجاست، اسمش رو حفظ کردی چی بود؟
دو کاپی به علاوه یکی. تمام. پس من به همین راحتی بدون اینکه بخواد اسمی رو حفظ کنم، میگن حفظ کن و فلان و اینا، اصلا نداریم، تونستم معادل مثلثاتی بنویسم. ایشالا ما تمام سعیمون اینه امروز بیشتر جهت آشنایی بود، جهتی که بتونیم شما رو ببینیم، باتون حرف بزنیم. امیدوارم که جلسه صفر یا جلسه اول که در جهت آشنایی و یک درسنامه مختصری بود مورد توجه واقع شده باشه. خیلی خوشحال شدم دیدمتون و ایشالا بتونیم یه سال خیلی خیلی پربار و خوب رو داشته باشیم. در جلسه بعد با خبرهای خیلی خوب و اتفاقات خیلی خوب که ایشالا امروز امشب رتبه ها میاد، بچه ها گل کاشتن، میایم بهتون میگیم درصدا رو میگیم، بهتون میگیم سال دیگه با چه راهکاریه، کتاب معرفی میکنیم و ایشالا استارت کلاس رو میزنیم. خیلی خوشحال شدم دیدمتون و امیدوارم که همیشه در همه حال بهتره کنید. مواظب خودتون باشید. میبینمتون. خداحافظ.